سلام به همگی خوش آمدین به یک ویدیوی دیگه امیدی که جور سهتمند باشین ای ویدیو در این ویدیو درباره NFT Art Finance برای شما معلومات میدیم اگر کسی هستی که NFT Art Finance داری برات پیشنهاد میدیم که ویدیو رو تا آخرین دقیقه ببین و همچنین اگر کسی هستی که درباره NFT Art Finance شنیده و همچنین بعد از دیدن از این ویدیو علاقه مند خریدی NFT Art Finance خواهد شدی. ما برای شما توضیح میدیم در آخر ویدیو که از کجا شما میتونید NFT Art Finance را بخرین تمام چیزهایی را که ما شما نیاز دارین در دا این ویدیو براتون معلومات میدیم و همچنین سوال از شما در کامنت های تیک تاک و همچنین در کامنت های یوتیوب میگم در کامنت های یوتیوب و همچنین پیام های اینستاگرام زیاد بود که چرا NFT آرت Finance مقدار ریزش کردن NFT Art Finance را خود ما داریم خود, داریم, خود داریم که چند وقت پیش رفتیم با هم خریدیم مدت زیادی نموشه در بازار ارزهای دیجیتال آمده خب ایده های خیلی خوب داره کاربرد خیلی خوب خواهد داشت ای البته بر مبنای از اطلاعاتی که یا فرض مثال در خودی وبسایت از اینا گذاشته شده ما بر اساس از اون میگیم و اینکه چیزی نیست که من منظورم که خود با امجوری بگیم بگیم یک ارزی خیلی خوب هستن قبل از اینکه روی موضوع اصلی ویدیو بریم اگر جدید هستی در کانال یوتیوب نام من هستن هستم من مشاور سرمایه گذار نیستم و این کانال یوتیوب من برای شما کارهایی که خودم انجام میدیم و همچنین خبرهای روزانه ارزهای دیجیتال برتان ویدیو میسازم و ویدیوهای آموزشی سرمایه گذاری در ارسای دیجیتال چیزی هست تو علاقه‌مندش هستی دوست داری دربارش بیشتر بیاد بگیرید حالا کانال یوتیوب سابسکرایب نکدی پیشنهاد میدیم کانال یوتیوب را سابسکرایب کنید زنگوله نوتیفیکیشن را بزنید روی آل قرار بدین تا هر بار من یک ویدیو جدید آپلود کنم شما اولین باشین ویدیو رو به موقع ببینید خب قبل از اینکه بریم روی NFT آرت فایننس یک مرور خلاصه درباره یک چند تا یا کلا کوین های معتبر بازار ارزهای دیجیتال لحظه ای که من ویدیو رکورد بیت کوین 56844000 حالا خب تعطیلات هست هنوزم تعطیلات تمام نشده ببینیم فردا چه اتفاقات رو خواهد داد خبرهای خوب مثبت درباره بیت کوین میآید اینکه سازمانهای خیلی زیاد هر روز در حال هجوم آوردن یا خرید بیت کوین هسته بیت کوین در یک حالت پراکندگی قرار داره در حالت اینکه خیلی ها در حال ورود روی بیت کوین هستن یا ورود در بیت کوین هسته با پول های خیلی زیاد شایعات هسته و همچنین خبر هسته درباره اینکه فیسبوک بیت کوین خریده چند روز شایعه هسته در صفات مجازی در شبکات خبری هنوز این خبر هیچ جای تایید نشده ولی به نظر به مجردی که اگر ای واقعی این واقعیت داشته باشه تعیین نه قیمت بیت کوین مثل راکت میتونه بره بالا ایتریوم 2922 دلار دو ایتریوم یعنی واقعا چی خواهد کرد فکر کنم یعنی فردا نظر من هستم فکر کنم فردا بیت کوین میتونه 3000 دلار در نظر شما چی هست در کامنت برای من بنویسین کوین بایننس و همچنین ویچین ویچین تا 24 ساعت گذشته 7 درصد رشد داشته و در حال حاضر 21 سنت ترید میشه تدا هم که تی یک ویدیوی چند روز پیش براتون دربارش معلومات دادم گفتم برای سرمایه گذاری در ماه می خوب هسته و اون وقت 9 دلار بود و در حال حاضر 9 سنت بود در حال 9 دلار بود در حال حاضر 10 دلار هسته تعداد در سیه ماه می یک خبر فاندامنتال هم داره فکر کنم در ماه می تدا میتونه درخشش خوب داشته باشه پنکیک سواب هم که واقعا بعد از ورژن جدیدیش و همچنین تبادله حجم زیاد روی شبکهش رشد خیلی خوب داشته خب زیاد وقت تانه نمیگیریم مر مستقیم روی خبر درباره NFT آرت Finance NFT آرت فایننس بنیانگذار تیمشان را برای ما معرفی کرده خب مجله خیلی دور دراز طولانی هست لازم نیست همه ما برتان بخونم من مجله را خوندم و توضیح خلاصه برتان میدیم اسم از این شخص هست سیباستیان کوفیل جانسون جون جوناسون در نروژ و سویدن ما را جی نمیگیم یه میگیم یون یوناسون میگیم یوناسون یا آقا هم هست و همچنین گفتم من خیلی خوشحال هستم که بیتنم خوده برای شما معرفی کنم به عنوان بنیانگذار ارز دیجیتال NFT آرت فایننس این شخص مدت زیاد در صنعت در صنعت موزیک با موزیکرهای خوب البته در کشورهای اسکندناویایی و, و همچنین در فستوال های بزرگ بوده و از اونجا بوده که علاقه زیاد به سمت اینکه وقتی آشنایی با NFT یا NFT اینا به دست آورده علاقه شده که هدف اصلیش هم ساخت NFT هارت فایننسی است که هم موقعیت را برای موزیکر های زیاد بتنه بمانه که از طریق پلتفرم از اینا بیتنه همو تجارت یا تجارت که نمیشه گفت یا بالاخره همو موزیکشان را بیتنه رشد بیدیه و یک وسیله خوب برای پیشرفتشان و همچنین حمل و نقل فروش و همچنین تباد ام اینه تبادله میگیم ارتباط بین طرفدارانش باشه درباره هدفشان و همچنین ساخت پلتفرم NFT آرت فایننس صحبت کردن قراردادهای خیلی زیادی در راه دارن و همچنین مشاورشان و روزهای دوشنبه و جمعه لحظه صحنه های پشت سن پشت صحنه را برای ما در اشتراک میگذاره و ما را با خبر میسازه چیز خیلی خوب هسته و همچنین اینجا در شبکه تویترشان یک چیز خیلی خوب را اینجا برای ما نوشته البته این مال مال ساعت پیش هسته 7 ساعت پیش آره اینجا یک چیز خلاصه نشته گفته این اوقات هیجان انگیزه راه اندازی پلتفرم ما در آستانه هستن هنوز پلتفرمشان تکمیل نشده که راه اندازی کنن نام طرح لینک لوگو مفهوم متفاوت از NFT هارد خواهد بود NFT هارد یک توکین سودمندی است که به عنوان پرداخت در پلتفرم استفاده میشه وقتی کسی که اینجا بتونه NFT بسازه بفروشه بخره برای از استفاده میشه چیز فوق العاده حالی اینکه توکنش حجم خرید و فروش توکنش زیاد خواهد شد و انتظارهای چیزی انتظارهای چیزهای خیلی بزرگ داشته باشین و همچنین به انقلاب ما بپیوندی. خب NFT فکر کنم دو نیم هفته, دو نیم هفته هم زیاد نمیشه در بازار آمدن خب در شروع در شروع هم خب یک رشد داشت ولی نه رشدی آنچنانی ولی بعد از او در یک پراکندگی قرار داره پراکندگیش می هست که تیم پشت سرش تا حالا کارهای خیلی زیاد را نتونسته انجام بده به این معنی که خب کارهای بزرگی نیاز هست اینو انجام ب... بی... البته هدفهای بزرگی داره همون رقمی هم که عمل دمی خبری که در توییترشان پخش کرده بود برتون خوندم پس نیاز به وقت داره نیاز به کار داره نیاز به پول داره نیاز به فعالیت داره خب یک مقدار شاید زیاد تا حالا نتونستن کمپین و تبلیغاتشان رو به اون رقمی که اونا برنامه ریزی داره در حال حاضر پیش ببره ولی یقینا چیزی جالب به نظر میرسه از قراری که در میدیومشان اونجا قرار برای ما توضیح داد و در حال حاضرم تعداد کسانی که NFT در فایننس داره 2289 هزار, هزار نفر هستن خب مدتی زیادم هم نمیشه چیز خیلی زیادم هم نیسته ولی یقینا چیزی خیلی کمم هم نیسته و امور قمی که در شروع NFT Art Finance براتون توضیح دادم NFT Art Finance یک توکن دیفلیشنری هسته نه توکنامیکس هسته یعنی که هر کسی که بیشتر این توکین نگهداری کنه کسانی که بفروشه ده فیصد جریمه میشه پنج فیصدش برای کسانی که این توکن نگهداری منه روار جایزه داده میشه چیزی خیلی خوب هسته دیگه اگر شما کسی هستین که علاقه خرید NFT آرت فایننس هستین NFT آرت هست فایننس شما از تراست والد با همی بایننس سمارت چین میتونین خرید کنین و ویدیو آموزشش هم اینجا برتان ماندم دقیقا طرز خریدش مثل سیمون هسته و شما آدرسش از کوین مارکت کپ و همچنین از کوین کیگو میتونین این آدرس رو بگیرین و بچه برتان لازم است یادآوری کنم اگر پیج اینستاگرام مرا ندارین برتان پیشنهاد میدیم خوشحالم میشم که اینستاگرام مرا دنبال کنیم بعض وقتا کدام خبر جدید مهم در بازار میایه خب من سری نمیتونم در باریز و برتان ویدیو بسازم و در کانال یوتیوب پست کنم میتونین پیج اینستاگرام مرا دنبال کنین من در استوری میمونم که شاید فکر کنم اونجا خیلی سریعتر شما با خبر میشین و همچنین برای حمایت دیگه اینی بود از ویدیوی امروز دیگه امیدوار هستم که از ویدیو خوش آمده باشه بوده ویدیو رو برای من یک لایک بدین تا حالا کانال یوتیوب سابسکرایب نکردین کانال سابسکرایب کنین زنگوله نوتیفیکیشن روی آل قرار بدین دیگه NFT آرت فایننس دارین در کامنت برای من بنویسین یا اینکه میخواین داشته باشین هم در کامنت برای من بنویسین دیگه تا ویدیوی بعد وقتتان خوش خدا نگه آره خدا نگهدارتان